با سلام بر شما، من شکوه میرزادگی هستم و در برنامه در پیشگاه فرهنگ در خدمت آقای دکتر نوریالو هستم. این هفته نوبت آقای نوریالو است. من چون دیر رسیدم به استودیو ازشون نپرسیدم که راجع به چی میخوان صحبت کنم، اجازه بدین که خودشون شروع بکنم. سلام میکنم خدمت بینندگان عزیز برنامه‌مون. والا خودم هم هنوز تیتر رو عنوانی برای این حرفی که میخوام بزنم این هفته، یعنی حتما تیتر عنوانش انقدر بلنده که من قصدم اینه که بگم که توی ایران بلا تردید یک جنبش وسیع مردمی به وجود آمده، جنبشی که تمام مشخصه های یک جنبش مدرن، امروزی، انسانی و هر صفت خوب دیگه ای رو که بخوایم بگیریم از خودش نشون داده و به همین دلیل هم مورد توجه و تحسین جهانی هم قرار گرفته. با رنگ سبز هم شروع کرده، اول گفتن که این رنگ سیدیه، رنگ میرحسینیه، اما بعد یواش یواش میبینیم که نه، اولا میزان رنگ سبز به اون غلظت قبل از انتخابات نیست و ثانیا یواش یواش مردم رفتن دنبال این که واقعا ببینن نقش رنگ سبز در فرهنگ ما چی بوده و میبینن که این واقعا سمبل زایش و نوآوری و جوانی و رویش و همه این حرف هست. حالا به اوناش کاری ندارم، اما نکته‌ای که به نظر من اهمیت داره اینه که هر چقدر که ما از اون مقطع انتخابات میایم اینور، میبینیم که رفتارهای داخل کشور و خارج کشور متفاوت داره میشه. یعنی در خارج کشور اون خودجوشی که صفت اختصاصیه داخل کشور بود رفته رفته داره از بین میره و به جاش یک نوع حرکت هدایت شده، مشخص شده و دارای معانی خاصی پیدا میشه. و خب ما میدونیم که به هر حال وقتی که صحبت خارج کشور رو میکنیم، یعنی داریم راجع به این صحبت میکنیم که ما در معرض کشورهایی که میزبان ایرانیان خارج کشور هم هستند قرار داریم و بسیاری از امکاناتی که در اختیار اونها قرار میگیره که مردم داخل کشور ازش محروم هستن، احتمالاً به خاطر اینی که من موضعی رو مثلا میگیرم که این موضع به نفع اون کشور است و اون میاد به من کمک میکنه که من بتونم، به خاطر اینکه واقعاً آنچه که در خارج از کشور به خصوص در طی هفته گذشته پیش آمده از لحاظ یه دو تا چهار تای مالی هم که حساب بکنیم حیرت انگیزه. ما زمان انقلاب 57 میگفتیم که بازرگانان مثلا بازار پول دادن برای که نوارهای آقای خمینی تکثیر بشه در ایران بره، یعنی یه بخشی از این چیز رو، بار مالی تبلیغاتی که برای آقای خمینی شد رو میذاشتیم بر عهده بازار تهران. اما الان بازار تهران که در این وسط هیچ نقشی بازی نکرده است، شاید نقشی مستقیمی بازی نکرده است، در اگرم هستش در داخل، نمیتونه به خارج باشه. منم دارم روزی به خارج رو عرض میکنم. بنابراین باید ببینید این که در تمام دنیا میگن اصلا پارچه سبز مثلا نایاب شده، کارخونه ها دارن پارچه سبز درست میکنن، این تشکیلاتی که به وجود میاد تا اینکه یه دمونستراسیون گذاشته بشه، از گرفتن محل تا تهیه مقدمات، نه میکروفون، بلنگو، فلان، خبر کردن مطبوعات، میلیون‌ها تیشرت، ماسک، انواع چیزهای عجیب و غریبی که هر دونش رقم‌های بالایی به حال. منظورم اینه که لااقل در مورد خارج کشور این مشخص است که یک دست‌های نامرئی در حرکت هستند برای اینکه پشتیبانی مردم خارج از کشور از مردم داخل کشور رو
بهش شکل و معنایی بدم که هر چقدر آدم این رو در داخل کشور نگاه میکنه نمیبینه آثارش رو. و به نظر میرسه که این جنبش خودجوش بسیار کیلومترها یا شاید بشه گفت ماها از مقطع انقلاب گذشته و الان یک نیروهای جدیدی با حرفهای جدیدی، استراتژی جدیدی، تاکتیکهای جدیدی دارن در داخل ایران عمل میکنن. انقلاب منظورتون جنبش بود دیگه، یعنی همین انقلاب اخیر یا جنبش اخیر. در نتیجه من فکر کردم که اگر که برنامه امروز رو به یک بحث طولانی که باید فشردش کنم در طول این 20 دقیقه‌ای خلاصه بکنم، من بیام نگاه بکنم که اگر که بین مردم و رژیم حکومت اسلامی فکر کنیم که یک شطرنجی برقراره، بازیکنان اصلی که توی این صحنه شطرنج چیده شده اند چه کسانی هستند یا چه نیروهایی هستند و مردمی که در این جنبش سبز شرکت کرده اند تا چه حد میتونند در مؤثر باشند در بازی که داره صورت میگیره. به این دلیل من عناصر حاضر در این بازی رو به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم میکنم و اول داخلی ها رو توضیح میدم، دوم خارجی ها رو توضیح میدم و سوم ارتباط داخلی ها و خارجی ها که این نیروها چگونه با هم دیگه بده بستون دارن. در داخل ما خب حکومت رو داریم، حکومتی که در واقع از روز اول طبق کتاب آقای خمینی قرار بوده است که حکومت اسلامی باشد و خود ایشون هم گفته بودن که منظور از حکومت اسلامی خلافت اسلامی است. و بعد هر چقدر که نزدیک شدیم به 22 بهمن ایشون متوجه شدش که اینجا خداوند و جبرئیل نیستن که این حکومت رو دارن دو دستی تقدیم ایشون میکنن، این مردم هم که آمدن تو خیابون دارن مبارزه میکنن و در نتیجه اینها اگر که این انقلاب پیروز بشه اینا سهم‌خواهی خواهند کرد. این بود که گفتن که خب ما حکومت اسلامی رو میگیم جمهوری اسلامی و یه سری تمهیداتی هم در قانون اساسی میگذاریم که چرا این جمهوری است و جمهور مردم چگونه سرنوشت خودشون رو در این سیستم جدید تعیین میکنن. بعد یواش یواش اینها رو در عمل ازشون میگیریم به طوری که یه 10 سال که بگذره دیگه چیزی باقی نمیمونه از جمهوریتی که ایشون در نظر داشت و میگفتش که میزان رأی مردم است و غیره. این خود حکومت است، اما این حکومت خودش از یه پیچ و مهره‌هایی تشکیل شده که به مرور ایام مسئله ساز شدن، هم شکل دادن به رژیم هم مسئله آفریدن برای رژیم. نخستینش این است که وقتی شما میگید حکومت اسلامی یا جمهوری اسلامی و براش امام قائل میشید و یکی از آیت الله ها رو میارید میگید که این ولی فقیه هست و بقیه ملت حکم صغار رو دارند و ایشون باید واسه اونا تعیین تکلیف بکنه، شما در واقع و بعد مجلس خبرگان درست میکنید به جای مجلس سنای سابق و کشورهای دیگر و کسانی که حق دارن برن تو مجلس خبرگان، خبرگیشون نه در مملکت داری، نه در تخصصهای اجتماعی و غیره، در دانش شرعیه، بلکه در دانش شرعیه، یعنی هرچه آخوند و هر ملا و آیت الله و حجت الاسلام هست میرن توی خبرگان میشینن و رهبر رو انتخاب میکنن. بنابراین این یک سیستم اشراف مداریه که اشرافیتش رو آخوندها تشکیل میدن. اما این آخوندها در طول تاریخ آمادگی برای این کار رو نداشتن، به خاطر اینکه به خصوص بعد از بین رفتن صفویه و اقداماتی که نادرشاه افشار کرد برای اینکه این تسلط آخوندها در حکومت صفوی رو از بین ببره، موجب شد که آخوندها متفرق شند و یه چیزی درست کنند به نام اجتهاد و بگویند که ماها مجتهد هستیم، مجتهد از و اجتهاد از جهد کردن میاد، یعنی کوشش کردن، و ما کوشش میکنیم که سوالات شرعی مردم رو جواب بدیم به شرط اینکه مردم هم زندگی ما رو تامین کنن، چون نادرشاه حقوق دولتی اینا رو قطع کرده.
در نتیجه از زمان نادرشاه تا انقلاب 57 آخوند ما آخوندی بود که حقوقش رو از مردم میگرفت و مردم هم آزاد بودند که مرجع تقلید خودشون رو انتخاب بکنند. یکی میگفت من مقلد شریعت مداری هستم، یکی میگفت من مقلد خمینی هستم. اما با ایجاد این سیستم و آمدن آخوندها توی این سیستم و انتخاب یک رهبر، خود به خود این رهبر دیگر نمیتونست تحمل این رو بکنه که این آخوندهای دیگه هم به اندازه او قدرت داشته باشن، حق فتوا داشته باشن و مجتهد باشن. خب تا زمانی که آقای خمینی زنده بود، این کاریزمای خود خمینی و پیرمردیش و به هر حال آیت الله العظما که بود باعث شد که زیاد این مسئله تنش به وجود نیاد. حالون که پس از ایشون وقتی که یه حجت الاسلامی رو که حتی نه رساله داشت نه مجتهد بود آوردن کردن رهبر، خود به خود این آقا باید یواش یواش حساب بقیه رو میرسید. در نتیجه به طور سیستماتیک توی این 20 ساله که آقای خامنه ای رهبری رو بر عهده داشتن، سعی شده است که اولا منابع مالی روحانیت بزرگ از میان مردم قطع بشه، خود مردم هم دیگه رغبت ندارن پول بدن به آیت الله ها، و در به جاش پول نفتی که پول یا مفت نفت رو پول مردم در واقع، بله، و به حال این موهبت طبیعیه، بله، که برای مردم بوده، یا مفت رسیده دست اینها. اینها شروع کردن آخوندها رو خریدن، گفتن حالا چه کاری، تو منتظر حاجی بازاری بشی که بیاد به تو خمس و زکات بده، ما به تو این کارخونه رو میبخشیم، این پول رو میدیم، این کار میکنیم، و تو هم از طریق اینا میتونی یارگیری کنی و لشکر برای خود درست بکنی. آخوندها هم که خب طماع کیف کردن از این موضوع، ملتفت نبودن که در پایان کار یک وقتی خواهد رسید که ایشون میشه رهبر مقتدا و میگوید استاپ، بقیه دیگه حق اجتهاد کردن و حرف زیادی زدن ندارن. به طوری که الان این انقلاب سبز با یکی از مسائلی که، یا این جنبش سبز به قول شما، با مسائلی که روبرو شده است این است که هی نامه می‌نویسن این سران ظاهرا رهبرانش به آیت الله ها که آقا این مردم رو دارن میکشن، یه هرچی بزنید. اونا همه سکوت کردن جز دو تا دونه آیت الله مورد غضب در حصر خانگی و فلان حرفا مثل آقای منتظری، بقیه اصلا جرئت ندارن حرف بزنن، هم میترسند هم اینکه نگران این هستن که مواجبشون قطع بشه. در نتیجه به نظر میرسه که این انقلاب 57 و آمدن آخوندها خودش منجر شده به متلاشی شدن اون قدرتی که آخوندهای مجتهد در سراسر مملکت داشتن و متمرکز شدنشون توی یه هرمی که نوکش ولی فقیه نشسته و الان دیگه میخواد کارو تموم بکنه. یعنی میخواد بگه دیگه من تحمل آخوند و نه مجتهد و غیره ندارم. بنابراین توی این شطرنجی که الان برقراره، روحانیت خودش یکی از درگیراست که من چه بکنیم. از یه طرف ما عضو مجلس خبرگان هستیم، یعنی رهبر رو باید هم مواظب باشیم که درست عمل بکنه، سالی یه دفعه بریم بشینیم ببینیم عملیاتش درست بوده، و از طرف دیگه ما نونخور این شدیم، چه بکنیم. یه سر بزنگاه اینجاست که به نظر میرسه که در خود مجلس خبرگان هم این اتفاق افتاده است. بخشی از آخوندها رفتن طرف ولی فقیه و گفتن آقا ما چاکر شما هستیم و شما هر چی بفرمایید. یه عده‌شون مرددن که چیکار بکنیم. همین که وقتی حتی عده معتقدن این نامه‌ای که منتشر شده که 50 تا امضا داره این جعلیه، ولی میگم حتی اگر بگیم درسته، یعنی از 88 تا 33 تاشون مرددن به این که چه باید بکنن. اون بخشی که خودش رو در واقع فروخته به دستگاه ولایت فقیه، خودش باز دو دست است. یک عده روحانیتی هستند که مهم براشون این است که محترم باشن، پول داشته باشن، خرج بکنن، مریض میشن برن لندن بیان، پرواز اختصاصی داشته باشن غیره. اما یه عده دیگه شون هستند که اساساً دارای یک برنامه خاصی هستند برای اینکه بیایند از این موقعیت ایران و حکومت اسلامی در ایران استفاده بکنن و برای نخستین بار در تاریخ ایران
ولایت رو تبدیل بکنن به خلافت شیعه. ما خلافت اموی داشتیم، عباسی داشتیم و بعدم خلافت عثمانی رو داشتیم و اینا همه خلافت های سنی بودن. این اولین باره که اینها به این فکر میکنن که ما چگونه میتونیم این حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی رو تبدیل کنیم به خلافت شیعه اسلامی. که خب این خودش یک اندیشه عجیب غریبیه، به خاطر اینکه ایران در دل یک اقیانوسی از سنی ها و کشورهای عرب و غیر عرب سنی قرار داره و اینکه این خودش رو بتونه به عنوان رهبر جهان اسلام با داشتن مزه شیعی معرفی کنه، خودش یک عمل مهمی. در کنار اون ما نیروهای نظامی رو داریم که صرف نظر از ارتش دو نیروی پاسداران و بسیجی ها هستند که اینها اساساً در دستگاه ایدئولوژیک به عنوان بازوهای ایدئولوژیک حکومت آمدند وسط و خب 10 سال رفتند در جبهه ها جنگیدند، فداکاری کردند، خون دادند برای مملکت و برای رژیم اسلامی که فکر میکردن رژیم عدل علی. و حالا این رژیم آمده است و میگوید به اینها که برو تو خیابون و مردم ایران، جوانان ایران رو بکش، بزن و غیره. خود به خود این نیرو هم الان دستخوش یک شقاق عمده است. اونهایی که وجدانی دارن، اونهایی که فکر میکنن که قرار نبوده که بسیجی و پاسدار مردم بکشن، و اونهایی که میگن که آقا ما از این قضایا داریم منتفع میشیم و همین کارو میکنیم. به خصوص که اون آیت الله های اصولگرا که دنبال خلافت شیعه هستن به اینها حکم شرعی هم میدهند که شرعاً شما مجاز هستید که اینا رو بکشید، اینا کافر هستن. شما یه مقاله نوشته بودید در مورد اینکه چگونه تجاوزی که به دخترها زنها در زندانهای جمهوری اسلامی میشه با فتواهای این ناخوندها که این رو شرعاً مجاز میدونند، چون شیعه رو اصلا وجدان ناراحت نداره از این کاری که میکنه، چون آگاهی هم نداره در واقع که این نوع عملها شرعی و غیر شرعی نداره. ایمان کور اصلا با آگاهی ارتباطی نداره، یه رباتیست، یک کامپیوتریست که داره حرکت میکنه و هر آنچه اون بگوه میگه. غیر از روحانیت و نیروهای نظامی، ما آدمای در واقع چیز رو داریم، کت شلواری رو داریم یا مکلا رو داریم که قدیم بهش میگفتن، که اینها هم بدنه بوروکراسی دولت رو تشکیل میدن. یعنی تو وزارتخونه ها نشستند و سفارتخونه ها نشستند و کارخونه ها و غیره و غیره. اینها به نظر من میرسه که به دو دسته عمده البته تقسیم میشن. دشون بنیادگرایان هستن که با اون نظامی های بنیادگرا و روحانیت بنیادگرا ستون فقرات رژیم ولایت فقیه رو تشکیل میده. اما در کنار اونها ما بخش اصلاح طلبان رو داریم که این اصلاح طلبان منتقد البته اصولگرایان هستن و میگن مملکت رو به نوع دیگری هم میشود تحت نام جمهوری اسلامی اداره کرد. اما اینا هم خودشون به دو دسته تقسیم میشن، اصلاح طلبانی که چپ هستند و اصلاح طلبانی که راست هستند، که در این مورد برخواهم گشت بهش. و به هر حال اینها هستند که طبقه متوسط ایران رو به وجود میارن و الان بخش عمده‌شون آمدن در داخل مردم عادی، در پیوستن به جنبش سبز و سعی میکنند که رهبری و هدایت این رو به عهده بگیرن. در جناح چپ به نظر من آقای موسوی ایستاده و در جناح راست آقای کروبی ایستاده و اینها از لحاظ ایدئولوژی، از لحاظ برنامه‌های اقتصادی، برنامه‌های اجتماعی که نگاه بکنید، اینها تصوری که از اداره مملکت دارند تحت نام حکومت اسلامی چپ و راست میزنه از لحاظ. بله، همین خوب شد توضیح دادین که این چپ و راست تحت
بله بله اینا اصلا مستقل نیستن، ولی برنامه هاشون اینجوری، یعنی مثلا آقای موسوی خیلی علاقمنده که مردم رو مثلا کوپن غذا بهشون بده، برن غذا بگیرن، نمیدونم عدالت اجتماعی رو در حد گدا کردن مردم، یه بارم امتحانش رو داده این کار کرده، در حالی که آقای کروبی معتقد به اقتصاد باز هست و اینکه بازاریا باید دست و بالشون باز بشه و غیره. بله اینها مجموعاً الان تو مملکت ما حضور دارن، فعالن و برنامه های خودشون رو دارن و همشون هم سعی میکنن که از مردم تغذیه کنن و حمایت بگیرن. حالون که اون چی که مسئله هست اون ور قضیه است و اون اینه که در خارج از نیروهای داخلی، نیروهای خارجی ما چندین بلوک هستن. ما بلوک اروپا رو داریم، بلوک روسیه رو داریم، بلوک چین رو داریم، بلوک امریکا رو داریم، که اینها هر کدوم سر یه چیزی در خاورمیانه و از جمله در ایران می جنگند به نام نفت، همون چیزی که این رژیم رو سر پا نگه داشته و از قبل اون پوله که همه این کارها رو اینا میتونن انجام بدن و میتونن این سرکوب ها رو انجام بدن و غیره. و تا حالا به خاطر اینکه این نفت رو در اختیار اون خارجی ها گذاشته بودن بوده که کسی دست بهش کارشون نزده. الان مسئله این هستش که ما در لحظه ای از تاریخ قرار داریم که قرار است وضعیت 25 سال 30 سال آینده دنیا روشن بشه. دنیا هنوز به یک سوخت آلترناتیوی دست نیافته که بتونه جانشین نفت بکنه. نفت لااقل تا 30 سال آینده حرف اول رو میزنه و در نتیجه وقتی هم که میبینیم که عمده نفت دنیا توی خاورمیانه است، یا زیر بحر خزر یا زیر خلیج فارس، خود به خود آدم باید دیوانه باشه که فکر کنه که دیگران برای ما نقشه ندارن و کاری به کار ما ندارن. و همه این نیروهایی که عرض کردم دنبال این هستن که در این 30 سال آینده چگونه این منبع رو کنترل بکنن. و بازی هایی که این وسط صورت میگیره بازی های بسیار پیچیده است. به نظر میرسه که اصلاح طلبان چپ ما با جناح مسکو چین خیلی نزدیکترن تا با جناح امریکا اروپا، و هم از نظر برنامه، هم از نظر نیروها، هم از نظر ایدئولوژی و طرز فکرشون. و به نظر من به همین دلیل هم ما میبینیم که از حزب توده گرفته، اکثریت گرفته و بقیه، همه اینها از روز اول رفتن پشت آقای موسوی ایستادن و سعی کردن که مثلا آقای کروبی رو خرابش بکنن، در حالی که جناح کروبی جناحیه که بیشتر متمایل است به این که با جهان به اصطلاح آزادی که وجود داره ارتباط برقرار کنه. این وسط به نظر من نقش، یعنی تعارض پنهانی که بین اروپا و امریکا وجود داشته همیشه و با انقلاب 57، ببینید ما یک جنگ اول جهانی داشتیم که انگلیس آمد منطقه رو خورد و همه انگلیس از هندوستان گرفته تا عراق همه رفتن زیر چتر. خوزستان ما هم مال انگلیس ها بود و ما با چه مرارتی تونستیم مثلا نفت خودمون رو ملی بکنیم، که من فکر نمی‌کنم که 2 ماه هم طول کشید این ملی شدن، برای اینکه تنها کاری که تونستیم بکنیم توی او 2 سال حکومت مصدقی بود که در شاه نفت رو ببندیم، وگرنه میگفتن اون طوری که ما میگیم باید باشه تا بخریم وگرنه نمیخریم. بعدم که خب در دوران بعد از مصدق هم که کنسرسیوم نفت تشکیل شد. اما در این جریان یک جابجایی صورت گرفت و اون این بودش که یه المنتی به نام امریکا آمد وارد منطقه شد و به خاطر ضعفی که کشورهای اروپایی سر جنگ دوم جهانی دوچارش شده بودن، موفق شد که ریشه بدونه و تمام منطقه رو به یه معنایی قورت بده. این بود تا دوران انقلاب 57 که در امریکا حکومت آقای جیمی کارتر آمد برای اینکه به خیال خودش، 10 سال مونده بود که شوروی فروپاشی بکنه، به خیال خودش بیاید و دور شوروی رو یک کمربند سبز ببنده و در نتیجه بیاد کشورها رو همه رو اسلامی بکنه. پیدایش طالبان در افغانستان، خمینیزم در ایران،
به قدرت رسیدن مسلمانان در ترکیه، همه این حرفا برای این بودش که این کمربند ساخته بشه. کمربندی که به محض اینکه رژیم شوروی فروپاشید سالبه به انتفاع موضوع شد، دیگه اصلا موضوعیتی نداشت این کمربند، اما بقایاش به صورت طالبان، به صورت حکومت اسلامی و غیره اونجا قرار داشته. در حال حاضر 30 سال میگذرد که اروپا با درصد بالایی بگیریم 70% و روسیه و چین با 30% بقیه صاحب منافع در ایران هستند و به هیچ وجه هم میل ندارند که امریکا برگرده به منطقه و با برگشتنش اون برنامه های اقتصاد باز و غیره رو چیز بکنه که معمولا منجر به تولید کار میشه، رونق اقتصادی میشه و اون جریانات شبه سوسیالیستی که اینها دنبالش هستند پا نمیگیره. در نتیجه به نظر من میرسه که با اغتنام فرصت از آمدن یک آدم بی تجربه سیاسی به نام آقای اوباما در امریکا، اروپا این استفاده رو کرده که به نوعی زمام امور حوادث سیاسی ایران رو در دست بگیره و به همین دلیل ما در خارج کشور میبینیم که بسیار حساب شده تر، سازمان یافته تر امیال امریکا و بخشی اروپا و در کنارش روسیه و چین برای اینکه این جنبش سبز نه به طرف اقتصاد آزاد بره، نه به طرف سکولاریزم بره به معنای کنار گذاشتن حکومت مرکزی مذهبی ببخشید و برود به طرف اینکه آقای موسوی یا شبه آقای موسوی بتونه بیاد سر کار. یکی از مشکلات اروپا در واقع اینکه یک مرتبه با آقای احمدی نژاد بد شده به خاطر اینکه طایفه احمدی نژاد، اصولگرایان، آخوندهای اصولگرا، مصباح یزدی و غیره، اونها با این تصور دیوانوار ایجاد خلافت شیعه یه مزاحمت دیگه ای تو منطقه ایجاد کردن و اون اینه که پراسوندن کشورهای عربی و کشورهای سنی رو و این بخش از فکرهای اونهاست که مشکل داره ایجاد میکنه برای اروپا و منطقه رو میتواند به آتش بکشد، در حالی که هیچ کدوم از طرفین دعوا نمیخواهند که منطقه به آتش کشیده بشه، میخوان یه حکومت ظاهر الصلاح اسلامی بیاید سر کار که هوای منافع اروپا رو داشته باشه. در نتیجه مخالفت اروپا با آقای احمدی نژاد که حالا گریبان شخص رهبر رو هم گرفته، برای اینکه رهبر تصمیم گرفتش که خلیفه بشه و تمام تخم مرغاش رو به اصطلاح گذاشتش توی زنبیل آقای احمدی نژاد و بنیادگرایان، منجر شده است که هر دوتای اینا باید به یک صورتی چیز بکنن. ولی آقای نوریالا، من یه چیزی رو میدونم الان دیگه وقت داره تموم میشه، من دلم میخواست قبل از این که تموم بشه شما به اهمیت نقش مردم هم اشاره بکنید که درست همه اون چیزی رو که گفتید در ارتباط با اروپا، امریکا، چین و اینا درسته و همه منافع خودشون رو دنبال میکنن و عواملشون رو حالا آگاهانه یا ناآگاهانه ادهی دنبال این هستن، به خصوص در خارج از کشور ما میبینیم، ولی همیشه در طول تاریخ این در نهایت وقتی که مردم مصر شدن بر این که در بین اون چیزهایی که وجود داره موردی رو انتخاب بکنن، اونها از ترس از دست دادن منافع خودشون هم به نوعی یک سازشی با مردم میکنن. 100% من اصلا همه حرفم این بودش که مردمی که نقش تعیین کننده رو دارن، مردمی که با امپراتوری انگلیس در افتادن و نفت رو ملی کردند، اگر که بدونن که این شطرنج مهرهاش چجوری چیده شده و اینها اگر اراده کنند یک کدوم از این مهره ها رو میتونن بدن جلو، یکی رو میتونن بدن عقب و غیره، و اسیر احساسات
و تبلیغاتی که پول پشتش خوابیده نباشند، مسلماً پیروزی با آنهاست. من معتقدم که اگر که مردم ما بین خودشون راجع به این که سکولاریسم یعنی چه، سکولاریسم به معنای از بین بردن مذهب نیستش، سکولاریسم یعنی یک حکومتی که فقط یک مذهب رو تقویت نکنه، بلکه همه زیر چتر اون آزاد باشن که مذهب خودشون داشته باشن، عقیده خودشون داشته حتی باشن، حتی برای مذاهب خودشون تبلیغ بکنن، تبلیغ بکنن، البته مسجد خودشون داشته باشن، کلیسای خودشون داشته باشن. این تنها راه حل ماست. وگرنه اگر که بخواهیم که ما با بازی پوسیده حکومت اسلامی که حالا میخوایم ریشش رو بتراشیم جمهوری اسلامیش بکنیم، همه این بدبختی ها ادامه خواهد یافت و از دل اون چه که به دست خواهد آمد استثمار شدگی مجدد ایران هست و از بین رفتن استقلال ایران به وسیله کدوم از این قوایی که خدمتتون گفتم.